و شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 9 آگوست 2023 میلادی برابر است با 18 مرداد سال 1402 خورشیدی. آنیسه محمدی همسر حسین ماهینی کاپیتان سابق پرسپولیس با انتشار یک استوری از حضور نیروهای امنیتی در منزلش در غیاب خود خبر داد. آنیسه محمدی چند روز پیش از احضار خود به دادسرا با اتهام تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستحجن و مبتذل به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی خبر داده بود. به نوشته اعتماد آنلاین، در این ابلاغیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی آمده بود که در صورت عدم حضور آنیسه محمدی در زمان مقرر، حکم جلب او صادر خواهد شد. در خبر دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد که یک عضو این نیروی نظامی شامگاه 16 مرداد در درگیری با حزب حیات آزاد کردستان پژاک در مرز چالدران کشته شده است. قرارگاه حمزه وابسته به سپاه پاسداران در بیانیه‌ای هویت فرد کشته شده را امیر حسین صالحیان عنوان کرده و گفته است که او در حین انجام مأموریت توسط گروه پژاک کشته شد. گروه پژاک هنوز هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 مرداد در یک سخنرانی وعده داد که حتما بساط کشف حجاب جمع می شود. وی همچنین بخشی از زنان مخالف حجاب اجباری را افراد غافل خواند که باید به آنها آگاهی داده شود. به گزارش رسانه‌های ایران، رئیسی این اظهارات را در پاسخ به ابراز نگرانی خانواده‌های شهدا از بی‌حجابی در ایران و در همایش بزرگداشت شهدای مدافع حرم بیان کرد. رئیسی افراد دارای حرکت جهت‌دار را تهدید کرد که تکلیفشان مشخص خواهد شد. رئیس جمهوری ایران مانند سایر مقامات جمهوری اسلامی بخشی از مخالفان حکومت را متهم کرد که برنامه دشمن را اجرا می‌کنند و سپس به نقل از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت چون دشمن با برنامه ریزی آمده، ما هم باید با برنامه ریزی به میدان برویم و کار کنیم. او گفت یک عده معدودی هم هستند که ممکن است به صورت سازمان یافته حرکتی جهت دار داشته باشند یا با آموزش‌های بیگانگان، آنها هم تکلیفشان مشخص خواهد شد. در خبر دیگر، مهدی بشارتی رئیس پلیس امنیت عمومی هرمزگان اعلام کرد که در یکی از محلات بندر عباس یک آرایشگر مرد در ایام محرم موسیقی غربی با صدای بلند پخش کرده و در حال آرایش کردن سر یک خانم بوده که ضمن پلمب آرایشگاه مردانه فرد آرایشگر بازداشت شده است. کانال تلگرامی مملکت روز سه‌شنبه 17 مرداد تصاویری از حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در خیابان‌های مونترال کانادا به همراه خانواده خود در حال پیاده‌روی منتشر کرد. سفر این مقام سابق در دولت جمهوری اسلامی به کانادا هنوز به طور رسمی تایید نشده، اما واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر این تصاویر، دومینیک لبلانک وزیر جدید امنیت عمومی کانادا و مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا را مخاطب قرار داد و به محدودیت‌های وضع شده در زمینه رفت و آمد سیاستمداران جمهوری اسلامی به خاک کانادا اشاره کرد و خواستار پاسخگویی و اقدام فوری دولت کانادا شد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم همزمانی انتشار این تصاویر و تحریم‌های تازه دولت کانادا علیه 7 مقام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار دادند. همزمان با انتشار این تصاویر، ملانی جونز وزیر خارجه کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه 7 مقام جمهوری اسلامی وضع کرده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز خیزش انقلابی، برخی بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته را به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و در خصوص شرکت در تجمعات اعتراضی سالگرد آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به آنها هشدار دادند. نهادهای اطلاعاتی به این افراد اعلام کردند در صورت انجام هر گونه تحرکی در فضای مجازی یا عمومی در آستانه شهریورماه بازداشت خواهند شد. این نهادها از افراد خواستند تعهد کتبی بدهند در هفته پایانی شهریور از منزل خارج نشده و حتی از محل کار خود مرخصی بگیرند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد، عوامل جمهوری اسلامی دست کم 30,000 تن را در جریان خیزش انقلابی به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت کردند. بسیاری از آنها با قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند، اما پرونده آنها در نهادهای امنیتی همچنان باز است. حکم اعدام 5 مرد اهل شهر مرند به اتهام تجاوز بامداد روز چهارشنبه 18 مرداد به اجرا درآمد. این متهمان اوایل خرداد ماه بازداشت و زندانی شده بودند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از یوسف ضیامهر، دستتان عمومی و انقلاب مرند نوشت، روز 31 اردیبهشت ماه سال 1401 خانمی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که از سوی 5 تن ناشناس دزدیده و به کوههای اطراف مرند برده شده و از سوی هر 5 تن مورد تجاوز قرار گرفته است. به گفته او 4 روز بعد از ارتکاب جرم هر 5 متهم شناسایی و بازداشت شدند که حکم اعدام آنها بعد از تایید در دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اجرا شد. نام و هویت اعدام شدگان از سوی نهاد قضایی یا رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است. در خبری دیگر، زهرا سعیدیانجو، خواهر میلاد سعیدیانجو، جانباخته اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در ایزه با سپردن وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. وبسایت هرانا گزارش داد که خانم سعیدیانجو روز چهارشنبه از زندان سپیدار اهواز آزاد شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به فناوری طراحی موشک سوپرسونیک دست یافتند و این موشک هم اکنون در صنایع نظامی ایران در مرحله آزمایش قرار دارد. تسنیم روز چهارشنبه در خبری اختصاصی نوشت، این موشک که در حقیقت نسل جدیدی از موشک‌های کروز ایرانی است، هم اکنون در حال گذراندن آزمایش‌های خود است و فصل جدیدی در قدرت دفاعی کشورمان را آغاز خواهد کرد. به گزارش این خبرگزاری امنیتی، دستیابی به این فناوری از این لحاظ اهمیت دارد که به این ترتیب سرعت موشک‌های کروز ایرانی به صورت چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و مقابله با این موشک‌ها به شدت دشوار خواهد بود. اما خبرگزاری رویترز نوشت که این ادعای ایران در بحبوحه افزایش تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و بعد از رونمایی اخیر از کشتی‌های جدید مجهز به موشک‌هایی با برد 600 کیلومتر است. برندگان عشمان، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جمع. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها.
صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب میکنم. کارگران ایران روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته را هم با تجمع اعتراضی و اخراج از محیط کار گذراندند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کارکنان قرارداد موقت صنعت نفت در روز 17 مرداد در محل کار آنها برگزار شده است. اجرای فوق‌العاده مخصوص بر اساس زنجیره ارزش شغلی، برقراری فوق‌العاده تخصصی برای مناطق مشمول، اصلاح فرمول اضافه کاری و اصلاح فرمول پاداش بهره‌وری بر اساس پایه حقوق هر فرد از جمله مطالبات آنها اعلام شده است. بر اساس آنچه رسانه‌های ایران نوشتند، دیوان عدالت حکم انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش را صادر کرده است. بر اساس گزارش خبر آنلاین، این حکم به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور اعلام شده است. سازمان سنجش پیش از این اعلام کرده بود که اجازه بازگشت این افراد را به دانشگاه نداده، به همین سبب دیوان عدالت اداری عبدالرسول پورعباس را به مدت 1 سال از خدمت منفصل کرده است. سازمان سنجش در روزهای گذشته در پاسخ به این حکم طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که اطلاعات غلط به قاضی داده شده و اینها اعلام کردند که دانشجو هستند. سازمان سنجش گفته بود که این افراد از دانشگاه اخراج شدند و دانشجو محسوب نمی‌شوند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که ژنرال مایکل اریک کوریلا روز سه‌شنبه در جریان بازدید از خلیج فارس با ناوشکن توماس هادنر از تنگه هرمز در خلیج فارس عبور کرد و در پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر شد. به گزارش نشنال نیوز، این بازدید به دنبال ورود 3000 ملوان و تفنگدار آمریکایی با عنوان بخشی از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا همزمان با تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. هدف از سفر فرمانده سنتکام ارزیابی آمادگی نیروهای ایالات متحده و ائتلاف منطقه خلیج فارس اعلام شده است. بنا به گزارش رسانه‌های محلی، دست کم 41 پناهجو در پی غرق شدن کشتی حاملشان در نزدیک جزیره لامپدوزای ایتالیا جان خود را از دست دادند. رسانه‌های محلی به نقل از 4 بازمانده این کشتی غرق شده گزارش دادند که سرنشینان این کشتی از شهر اسفاکس تونس حرکت کرده بودند. نجات یافتگان که 3 مرد و 1 زن هستند به امدادگران گفتند که 45 تن از جمله 3 کودک در کشتی حامل آنها بودند. آنها گفتند که این کشتی روز پنجشنبه هفته گذشته اسفاکس را ترک کرده اما ظرف چند ساعت غرق شد. بیانده برشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین و
در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها رو دنبال میکنیم. رای دهندگان در ایالت اوهایو روز سه‌شنبه طرح مورد حمایت جمهوری خواهان که منجر به سخت‌تر شدن اصلاح قانون اساسی درباره حفظ دسترسی به سقط جنین میشد را رد کردند. نتایج این رأی‌گیری یک پیروزی حیاتی برای مدافعان حقوق سقط جنین بود. در صورت تصویب این طرح، فعالیت حامیان حقوق سقط جنین با چالش‌های بسیاری روبرو می‌شد. این طرح که به مسئله یک معروف است، حداقل آستانه لازم برای تصویب اصلاحات قانون اساسی ایالت را از 50% به 60% آرای رای دهندگان افزایش می‌داد و استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای قرار دادن چنین پیشنهاداتی در آینده اعمال می‌کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا عصر سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس که قبلاً توییتر نامیده می‌شد نوشت: این اقدام تلاشی آشکار برای تضعیف صدای رای دهندگان و تضعیف آزادی زنان در تصمیم گیری درباره مراقبت‌های بهداشتی خود بود. و افزود ساکنان اوهایو با صدای بلند و واضح سخن گفتند و امشب دموکراسی پیروز شد. مدت هاست که گفته می شود 10,000 قدم پیاده روی در روز عدد جادویی است که برای تناسب اندام و سلامت به آن نیاز دارید، اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که کمتر از 5,000 قدم هم ممکن است برای دیدن فایده آن کافی باشد. تجزیه و تحلیل یک بررسی بر روی بیش از 226,000 تن در سراسر جهان نشان داد که 4,000 قدم برای شروع کاهش خطر مرگ زودرس به هر دلیل کافی است. کمی بیش از 2,300 قدم هم برای سلامت قلب و عروق خونی کافی است. به گفته محققان، هرچه بیشتر این کار را انجام بدهید، متوجه مزایای سلامتی بیشتری می شوید. برنامه رجمن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.